روش نماز خواندن در وسایل نقلیه. امروز وسایل نقلیه از تنوع فراوانی برخوردارند. مردم با اتومبیل، قطار، کشتی و هواپیما از طریق خشکی، دریا و هوا به مسافرت می روند. و چه بسا هنگام حضور در داخل این وسایل نقلیه وقت نماز فرا می رسد. در این صورت نمازشان را چگونه بخوانند؟ اصل بر این است که در صورت توانایی نماز باید با طهارت، ایستاده و با انجام سایر ارکان خوانده شود. الله متعال می‌فرماید: والذین هم علی صلاتهم یحافظون. یکی از صفات مؤمنان این است که به نمازهایشان پایبند هستند، بدین معنا که سر وقت نماز می‌خوانند و ارکان، واجبات و مستحبات آن را به جای می‌آورند. آری، شخص مسلمان در هواپیما، کشتی و مانند اینها با فرا رسیدن وقت نماز وضو می‌گیرد، اما اگر آب وضو نداشت و یا اینکه به آن دسترسی نداشت، تیمم می‌نماید. ولی اگر خاک هم وجود نداشت، طبق دیدگاه برخی از علما، بر هر شیء پاکی که در دسترس هست، تیمم نماید. و طبق نظر برخی دیگر با همان وضعیتی که دارد نمازش را بخواند، زیرا الله متعال می‌فرماید: فاتقوا الله ما استطعتم. پس آنقدر که در توان دارید از الله متعال بترسید و دستوراتش را اجرا نمایید. اگر شخص مطمئن است که وقت نماز با رسیدن هواپیما به مقصد به پایان می‌رسد، با همان وضعیتی که دارد نماز بخواند. اما اگر فکر می کند که هواپیما قبل از پایان وقت نماز به مقصد می رسد، در این صورت هم می تواند با وضعیتی که دارد نماز بخواند، یا اینکه بعد از به مقصد رسیدن با تأخیر و در پایان وقت نماز را ادا نماید. قابل یادآوری است که در نمازهای فرض باید شخص رو به قبله بایستد و با چرخش هواپیما یا سایر وسایل نقلیه تلاش کند تا همچنان در صورت امکان رو به قبله باشد. اما خواندن نمازهای نفلی در جهت حرکت هواپیما اشکالی ندارد. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگوید: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوافل را بر پشت مرکب و به هر طرفی که آن میرفت میخواند، اما هنگامی که میخواست نماز فرض بخواند، پیاده میشد و رو به قبله نماز را ادا مینمود. شخص مسافر سوار بر وسایل نقلیه در صورت امکان ایستاده نماز بخواند، اما اگر ایستادن غیر ممکن یا دشوار بود، نشسته نماز را ادا نماید. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عمران ابن حسین رضی الله عنه فرمود: حتی الامکان ایستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی نشسته بخوان، و اگر این هم برایت مقدور نبود، بر پهلو خوابیده نماز بخوان. گفتنی است که مسلمان باید در مورد پرسیدن جهت قبله و ایستاده نماز خواندن شرم را کنار بگذارد و جهت قبله را از ملوانان کشتی یا خدمه پرواز بپرسد و ایستاده نماز بخواند، چرا که اگر توانایی ایستادن را دارد ولی با وجود این نشسته نماز بخواند، نمازش باطل می‌گردد. لذا جا دارد که مسلمان بر نمازهایش در سفر و حضر مواظبت نماید و آنها را به تأخیر نیندازد، زیرا یکی از شرایط صحت نماز این است که در وقتش خوانده شود. الله متعال می‌فرماید: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. همانا نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معینی می باشد.